بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به دانش آموزای عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز بحث صفات وابسته به X، بحث هموفیلی و مفصل با هم صحبت می‌کنیم. بریم بچه‌ها بحثمون رو ادامه بدیم. جلسه قبلی صحبت صفت وابسته به X رو با هم شروع کردیم. یه خطیم از متنمون رو خوندیم. ما بقیه متن رو بخونیم، تحلیل بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم. حالا یه خط اولام دوباره از اول می‌خونم براتون. آقا صفت وابسته به X، گاهی ژن صفتی که بررسیش میکنیم تو کروموزوم ایکسه، اصلا برای همین بهش میگیم صفت وابسته به ایکس. به چنین صفتی صفت وابسته به ایکس میگن. هموفیلی بیماری وابسته به ایکس نهفته است، یا به عبارتی دیگر آلل این بیماری روی کروموزوم ایکس قرار دارد نهفته است، یعنی مقلوبه. ببینید بچه ها، به طور کلی بذار این نکته رو بهت بگم. به طور کلی تو تستا اگه بخواد بحث بیماری ها رو بهت بگه، کلا 4 مدل کلی که بیشتر نمیشه. ببین، یا اولا اون بیماری وابسته به جنسه، یا مستقل از جنس، یا اصلا اتوزومیه. دو، آلل اون بیماری یا غالبه یا مقلوبه دیگه، یا بارز یا نهفته است. این 4 مدل کلیش اینجوریه. مثلا خودمونیش بخوام بهت بگم اینجوری، اتوزومی غالب، حالا فارسی برای شما میتونه بگه مستقل از جنس بارز، مثلا اینجوری میگه. حالا کلیشو بخوام میگم، اتوزومی غالب، اتوزومی مغلوب، وابسته به جنس غالب، وابسته به جنس مغلوب. یعنی کلا این 4 مدل بیشتر نیست. یه تیپ تستی هم داریم. حالا این جلسه ها من دارم بیشتر روی این صحبت میکنم که شما پدر و مادر داده میخواد تو فرزند این مفهومو بکشه. آقا امکان، حالا یه دونه براتون نمونه نوشتم پایتخت، میریم اونجا اونم تحلیل میکنیم با پدر و مادر داده میخواد بگه فرزن امکان دارد ندارد، ممکنه میتونه چی بشه، بیمار بشه، سالم باشه، ناقل باشه، خالص باشه، هوموزیگوس باشه. این یه مدل تیپ تست ژنتیکه که برای شما میتونن تو تستا بدن، که عددی نیست، محاسباتی نیست، مفهومی است. مدل دیگه باشه، اینا رو میگم، حالا سعی کردم تو اون کارگاه هم براتون بیارم، ولی حالا مثلا یه دونه همینجوری آوردم. دیدینم لابلا صحبتام گاهنم بود، دیدینم مثلا میگم بچه یه تست مثلا اینجوری بدیم لابلا صحبت میگم، ولی بعد زیاد خودتون تست بزن. ولی بخوام تیپ بندی کلی ژنتیکو بهتون بگم که برای شما مفهومی است، مسئله ای نیست. پس یه مدل اینجوریه، پدر مادر میدن میگه بچه چی میشه، میتواند، ممکن است، امکان ندارد، جای خالی، فلان، که از روی پدر و مادر بعد فرزندو ببینید داستانش چی میشه. که اتوزومی بهتون گفتم تو داستان‌های اتوزومی دختر و پسر با ما فرقی نمی‌کنه، اما وابسته به جنسا و این وابسته به ایکس برای ما خیلی مهمه، دختر بودن یا پسر بودن داستان ما. این یه مدل. مدل دوم بچه ها اینه، فرزند رو بهت میگه، میگه مثلا اینجوری شده، حالا تو بگو ژنوتیپ مادرت چی بود، ژنوتیپ پدرت چی بود، فلان. یه مدل هم اینه که اینا هم لابل سوم، مثلا همین جلسه قبلی با هم داشتیم صحبت میکردیم که آقا اگه بگه دختری فلانه پس مادره اینجوریه. یه مدل دیگهش. مدل سوم هم بچه اینه، که این مدل سوم انشالله با امید خدا عمری باشه، اصلا دوست دارم یک جلسه برای همین این مدل سومه با هم صحبت بکنیم، که این خیلی شایع بود واقعا برای بچه های نظام قدیم. برای شما من به خاطر اینکه این حالت سومی تیپ استان از نوع مسئله و محاسباتی نیست، برای همین من اینم کامل براتون درس میدم که اگه تستش اومد، چون تست معقولی میتونه بده، چون اصلا محاسباتی نیست و اصلا عددی نیست، مفهومی است. چی؟ پدر مادر فرزند رو بهت میگه، سه تاشو اینا رو بهت میگه، ازت میخواد اینو بگی که این صفته وابسته به جنس، حالا غالبه یا مغلوب، یعنی اینجوری. 4 میگم نظام قدیمی ها خیلی داشتن این حالتو، 4 تا گزینه قشنگ داری که مثلا وابسته به ایکس غالبه، وابسته به ایکس مغلوبه، اتوزومی غالبه، اتوزومی مغلوبه. به زبون شما اینجوری میشه، وابسته به ایکس نهفته است، وابسته به ایکس بارزه، یا مستقل از جنس بارزه، یا مستقل از جنس نهفته است. یعنی تو باید تشخیص بدی صفت کدوم بحثه، میدونی 4 تا گزینه خوشگل هم داره دیگه. و گفتم چون این بحثم از بحثیه که محاسباتی نیست، عددی است و معقول است، که در تستا خیلی هم قشنگ میشه طرح از این هم که میگم در نظام قدیم هم داشتیم، اینجا هم ازش استفاده میشه. بحث مفهومی داره، چیز خاصی هم نداره، که انشالله گفتم یه جلسه بهتون یه سری نکاتی هم داره دیگه، یه سری ترفندهای کوچیک هم داره که چجوری از بچه و پدر و مادر تشخیص بدم که این کدومه، غالب، مغلوب، یا وابسته به ایکس، یا از نوع اتوزومی چجوری میشه تشخیص داد. اینا رو انشالله یه جلسه زنده باشم خدمتتون خواهم گفت. پس این کلا بچه شد 3 مدل. پس دیدی، پس شما انشالله با امید خدا
برای ژنتیک کنکور چی کار میکنی؟ به این سه تیپ ژنتیک باید احاطه داشته باشی. یه بار دیگه بگم، یک، از پدر و مادر بتونی فرزند رو بگی. دو، از فرزند پدر و مادر ازت بخواد، مثلا میگی ژنوتیپ پدر مادر فلان قالب ناولس مثلا هتروزیگوسه، اینا رو هر کدوم میتونه در قالب تیپ تست‌های مختلف بیاره، مثلا گزینه یاب بیاره، جای خالی بیاره. سوم اینه، پدر و مادر رو بهت میگه، ازت میخواد صفت رو بگی، وابسته به ایکس یا مثلا مستقل از جنس، بارز نهفته است، اینو بگی. این سومی رو گفتم ان شاءالله اون خدا یه جلسه با هم صحبت می‌کنیم، ولی این جلسه ها من بیشتر روی این دوتا دیدین فوکوس میکنیم که از رو پدر مادر بچه بگیم داستان چی میشه یا بچه پدر مادر چی میشن فلان اینا. ولی در مجموعش اینو میخوام خدمتتون بگم، اینجا دیگه بچه هموفیلی خود مؤلف دیگه داره بهت میگه که یک بیماری است وابسته به ایکس و نهفته. دیگه وقتی بیماری خود کتاب بهت میگه دیگه بچه دیگه تو تستا فقط میگه هموفیلی، تو خودت باید در نظر بگیری آقا وابسته به ایکس و نهفته هم هست، چون وابسته به ایکس من تو گزینه‌ها به کلمه دختری پسری دقت میکنم. اما گفتم اتوزومی ها جنسیت برای ما مهم نیست، دختر باشد پسر باشد فرزند مهم نیست، ولی تو وابسته به ایکس برای من مهمه. آقا اگه تو ادسی گفت فرزندی، خب مثلا دو تا کاندید داری، میتونه دختر باشه میتونه پسر باشه، عین همه اون دسته دیگه. اگه کدی نداد که بتونی تشخیص بدی بالاخره پسر یا دختره، اشکالی نداره هر دو حالت رو، اگه میخوای جملت درست پر بشه باید هر دو حالت رو در نظر بگیریم. آقا اینقدر داریم در تو به هموفیلی صحبت میکنیم، از بچگی هم شاید چنیده باشی، مگه چه بیماریه؟ مگه چه اتفاقی میفته؟ مگه نمیگم ارثیه؟ آره آقا ارثیه، یه صفتیست ارثی، ارث میرسه و یاد گرفتیم آقا تو این صفت یه پروتئینی هست احتمالاً داره نقش بازی میکنه، یه ژنی پشت سر نشسته، یه داستانی شده. آره آقا اینجا که این داره به من میگه که آلل این بیمار روی کروموزوم X قرار دارد نهفته است، یعنی مثلا آلل بیماریزا رو داره میگه. آره آلل بیماریزا رو که نهفته است، خب یعنی چه زمانی بروز میکنه؟ خب ازت میپرسم دختر باشد یا پسر؟ اگر پسر باشه تنهایی هم، چون ایگرگ بغلش، ببین بغلش ایگرگ، من خود نظری نمیده، خودش هر چی بگه حرف اونه. اما اگه ولی فرزند دختر باشه، این نهفته باید بپرسیم اون کناری، اون ایکس کناری اون چی داره. اون اگر قالبه رو داشته باشه، یعنی سالمه رو داشته باشه، اینجا این دختر خانم هتروزیگوسه ولی فنوتیپ سالمه. ولی اگه اونم دارای این آلل بیماریزا باشه، یعنی آللی که نهفته است و مقلوبه، دیگه میشه مقلوب مقلوب، یعنی خودمونیش میشه دیگه اچ کوچیک اچ کوچیک، دیگه اینجا دختر هم بیماره. سوال آقا این که داری میگیم آلل نهفته بیماریزاست، یعنی وقتی نشسته تو ایکس اون بند خدا مثلا تو ایکس نشسته میگه بیماری بیماری فلان، چی کار میکنه که منجر به بیماری میشه؟ چه اتفاقی مگه میفته؟ ببینید بچه ها، تو هموفیلی خوب گوش کن، فرایند لخته شدن خون دچار اختلال میشه، انعقاد خون دچار مشکل میشه. دهم یادتونه با هم صحبت کردیم، فرایند انعقاد خون رو یادتون هست. تو این فرایند شما مثلا ویتامین کا نیاز داشتیم، مثلا یون کلسیم نیاز داشتیم، همونجا بهتون گفتم بچه فاکتورهای انعقادی هم برای داستان لخته شدن خون نیاز هست. خب جالبه بدونید بچه، این نکته که میگم برای خودتون، چون دوست دارم که اطلاعاتتون هم خوب باشه در تو به هموفیلی. جالبه بدونید بچه، در انسان قریب به 13 نو فاکتور انعقادی داریم. یکی از سوالای بچه‌ها اینه، میگه آقا میگه شایع خوبم هستا، یعنی خوبه برای خودت هم بنویسی برای تحلیل این مد، میگه آقا شایع ترین نوع هموفیلی به خاطر فقدان عامل انعقادی همون فاکتور 8 این 8 دیگه، این فاکتور 8. آقا میگه شایع ترین نوعش، میگه چند نوع داره هموفیلی؟ به خاطر همینه بچه‌ها، این یکی از اون 13 نوع است فاکتور 8. برای همین هموفیلی مختلفی داریم. حالا شاید مثلا شنیده باشین یعنی فرد هموفیلی آ داره، هموفیلی بی داره. هموفیلی آ همینه، همین شایع ترین است که به خاطر فقدان، این زیر فقدان خط بکش، فاکتور 8 هم خط بکش، زیر این هم خط بکش، جنس پروتئینیه. الان دیگه آروم آروم بحثو میگیری چی شده چه اتفاقی افتاد، این پروتئینیه. اینو بهش اصطلاح میگن، این فرد اصطلاح میگن این مبتلا به هموفیلی آست. وقتی میگم مبتلا به هموفیلی آ دیگه همه متوجه میشن، یعنی به خاطر فقدان اون فاکتور 8. ولی مثلا گفتم هموفیلی بی هم هست، به خاطر فقدان فاکتور 9. آقا مگه چه اتفاقی، چی شد این آلل، داستانش مگه چه اتفاقی افتاد؟ ببین برای بحث هموفیلی تو کروموزوم X اینجا ژنی هست،
گفتم اینا با هم کنار هم میشن، آلله هم میشن دیگه. کروموزوم ایکس. حالا پس مرد ها یه دونه کروموزوم ایکس، خانم ها که دوتا دارن. ولی در مجموع دو مدل برای این داستان ما ژن داریم، دو مدل که اینا آلله همن. ژنی که دستور میده فاکتور رو بساز، مثلا برای همین هموفیلی آ که بچه این کد خوبی هم هست، شایع ترین داره کتاب بهت. اینجا ژنی داریم که این سالم است، که بارز است، غالب است. این میگه فاکتور رو بساز، ژن دستور میده دیگه، چون فاکتور پروتئینیه میساز. اما از اون بر ژنی داریم آللن دیگه، آلل همه، که اینه که نهفته هست، که این میشینه میگه نساز، در چه منجر به فقدان این فاکتور هشت میشه. این علت اینه، در چه چون میگه نساز، حالا وقتی ساخته نمیشه و این فاکتور انقادی نیست، فقدان داریم. فقدان زیرش هم فقط بگیش گفتم مهمه نیست، در چه اینجا به مشکل میخوری، چون نیازش داشتم برای لخته شدم، برای فرآیند انقاد خون میخواستمش، تو دیگه اینو گرفتی، پس اینو بچه گرفت، اینجی شد. این بود داستانش. یعنی پس ژنی که برای همین، حالا این ژن سالمه غالبه بارزه، ژن بیماری زایه که اینا آلل هم میشن، این ژن بیماری زایه نهفته است. ولی نکتهش این مهمه، در مردها تنهایی هم باشه هر حرف اون میشه، چون ایگرگ کسان تو این زمینه بساز و نساز نظری نمیده، این ایکس است که ژنی دارد که میخواد نظر بده. تو خانوما میتونه اون داستان بساز نساز حرف کی میشه، تو خانوما اگه ایکس ایکس باشه و ژن یه ژنی داشته باشه که بگه بساز، این میگه نساز، حرف این، چون این قالبه، حرف این میشه، ساخته میشه. ولی این برای هم سالمه فقط، ولی نهفته داره در خودش. زمانی ساخته میشه جفت میگه نساز، ساخته نمیشه، ساخته نمیشه، دانش یه فرد هموفیلی. اما در مردها گفتم چون ندونه ایکس دارن، اگه اون ژن سالمه باشه که بساز، ساخته میشه. اگه اون ژن آللی باشه که نهفته است، که بیماریزه است، بگه نساز، کسی نیست که جلوی این وایس کنار این نظر بده، نه تنهاست، چون ایگرگ نظری نمیده. برای همین بهتون گفتم مردها تو این صفات مثل همین هموفیلی که وابسته به ایکس، حالت ناخالص ندارن اصلا، این چون یه دونه ایکس. در مجموع ادامه بدیم، آلل بیماری هموفیلی رو با اچ کوچیک نشون میدم، چون بچه‌ها این آلله، اون ژن بیماری زایه، چون نهفته است، چون مغلوبه، با حرف لاتین کوچیک نشونش میدم، و اون ژن سالمه رو اونو با اچ بزرگ نشون میدم. پس خانومی که میگیم ایک، حالا چون بچه‌ها وابسته به ایکس رو ایکس مینویسن دیگه، میگن ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ کوچیک. مثلا خب ببین، مثلا اینجا رو نگاه کن، خانومی که ایکس ایکس جفت اچ بزرگ، خانم سالمه که این سالم، یعنی مثلا اگر از نوع همون هموفیلی آ باشه، همون شایع ترینه، فاکتور 8 درش ساخته میشه، همه نکاتو میتونی ترکیب بکنی. یا آقا یعنی چی ساخته میشه؟ یعنی توسط کی؟ دیگه داریم میگیم خانم جانوری ای، پس در حسه توسط آر ان ای پلیمرز 2 ام ار ان ای گرفته میشه، میری تا ریبوزوم و تمام بحث ترجمه تا اون فاکتور، برای همین گفتم زیر این خط بگیش بنویس پروتئینی، همه اینا رو میتونی ترکیب بکنی. خب برای آنکه نشان دهیم صفت وابسته به ایکس، آلل رو به صورت بالانویس ایکس می نویسن، ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ کوچک. جدول سه انواع ژنوتیپ و رخ نمودها برای هموفیلی نشونت میده. دقت کنید که در کروموزوم ایگری جایگاهی برای آلل هموفیلی وجود نداره، اصلا لوکوسی نداری، این اصلا نمیشینه. ببینی اصلا نظری ایگری نظری نمیده، میگه آقا ساخته بشه ایگری، بنده خدا این بغل نشسته میگه آقا من نظری ندارم، ساخته بشه بشه این ایکس، برای همین در مردو این میگه نشه نمیشه، این نظری نمیدم. بیایم پایین. میگه فرد با ژن نمود X H بزرگ X H کوچیک، زنه یا مرده بچه، تابلوه دیگه، X X خانومه، و این فرد بچه سالمه ولی ناقله. مردها ناقل ندارن، واژه ناقلی تو دست خط میکشه روش، زیرا میتونه ژن بیماره به نسل بعد منتقل بکنه، چون میتونه اینو بده به پسرش. یعنی ببین این فرد پسر به دنیا بیاره دو حالته، این فرد، این زن، چون مرده برای پسره که فقط ایگرگ میده، بنده خدا، چون مرد ایگرگ رو داده این پسر شده، ایکس رو پسر از مادر میگیرن. اینجا هم دو حالت میشه، یا اگه پسر برای پسرش، برای پسرش دو حالت میشه، یا پسرش سالمه یا پسرش بیماره، اینو بده بیمار میشه، اینو بده سالم میشه.
برای پیش بینی ژن نمود های همون ژنوتی و رخ نمود های همون فنوتی به صفات وابسته به یک نسل های بعد می توان همچنان از مربع خدا رحمت کنه پاند استفاده کرد. به مثال زیر توجه کن. مردی هموفیل، ببین خود کتاب هم برات میاره. مردی هموفیل قصد، مرد هموفیل آقا یعنی چه جوریه؟ خب ایکس، اولا هموفیل وابسته به ایکس، میری سراغ ایکس، ایکس ایگره ایگره که من خدا هیچی، ایکس میگه هموفیله، پس اچ کوچیک. مرد شد چی؟ ایکس ایگرگ، این بالا ایکسش هم اچ کوچیک. خب میگه قصد دارد با خانوم ازدواج کنه که سالمه ولی ناقل هم نیست. این خیلی مثلا سوال آشغالی دیگه، خودش هم گفت اینو نمیگه، باز یکم جذاب‌تر میشه، ولی خودش هم گفت ناقل هم نیست. حقا بچه مواظب باشین اینا رو، خطای دید و اینا حالا مراقب باشین. ناقل نیست، سالمه، یعنی ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ بزرگ. همینجا دیگه بچه شما خودتون میتونید تحلیل کنید، اینجا براتون اوورده. این مرده چه هموفیله، ایکس تو همین مربع پانت داره بد نشون میده، این به پسراش ایگرگ میده، هیچ، به دخترش ایکس میده، از اون ور مادرم که ایکس ایکسه ولی ناقل هم نیست، یعنی جفتش ایکس اچ بزرگه. پس کلهم اجمعین تو گامتش تو فقط ایکس اچ بزرگ میتونی پیدا کنی، برای همین توانای تولید یکی نو گامتو داره دیگه، کلا فقط همینه. برای همین از طرف مادر فقط این میاد، برای پسرت، برای همین تو 100% پسرت سالمه، 100% چون ایگرگو از این میگیره، مادرم که جفت ایکسش اچ بزرگه، پس 100% پسر سالمه. برای دخترت هم 100% سالمه، ولی دخترت بچه چی میشه؟ ناقل میشه. چرا؟ چون دخترها بچه یه دونه ایکس همون تک ایکس بابا رو میگیرن، دخترها تک ایکس بابا رو میگیرن. برای همین بابای خیلی مهمه، برای دو یعنی تو بحث صفات وابسته به ایکس بابای خیلی مهمه. الان این بابا بنده خدا هموفیل بود، 100% ایکس هموفیلیشو میده، این ایکس ایکس اچ کوچیکشو میده، برای همین تو اینو داری. ولی چون مادر بنده خدا از این ور، مادر از این ور چون سالمه، سالمه دیگه، ناقل هم نیست، ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ بزرگه، اینم که کلا اینو میده، یعنی 100% دخترت هم سالمه ولی ناقله، از بابای گرفته ناقل. گلابی بود ولی چیز خاصی نشد. حالا ادامه بدیم. زن میخواهد بداند آیا ممکن است فرزند حاصل از این ازدواج هموفیل باشد. تو تستا وقتی گفتم برای بحث وابسته بیش فرزند میگه مواظب باش، ممکن نیست فرزندی بیمار فلان، فرزند داره میگه بچه دو حالت رو باید در نظر بگیر. آقا ممکنه فرزند هموفیل باشد؟ قطعا نه، میخواد چه پسر باشه میخواد چه دختر باشه، 100% سالم و من اصلا امکان نداره. ژن نمود مرد هموفیل ایکس اچ کوچیک گیری و گامتایی که تولید میکند ایگرگ میده و ایکسی میده که ایکس قطعا همون اچ کوچیکه دیگه بنده خدا، چون کلا یه دونه ایکس داره. ژن نمود زن سالم که ایکس اچ بزرگ، ایکس اچ بزرگ است و برای این صفت فقط یک نوع گامت یعنی ایکس اچ بزرگ رو تولید میکند. بچه اینجا بازم داره صحبت توانایی تولید میکنیم، ما بله کلا اون بالا میگفت مثلا دو نوع گامت زن داره تولید، ببین توانایی تولیدش رو داریم میگیم، بله خانم تیمیاس کلا به یه گامت بیشتر شما نمیرسه. ژن نمودها طی هر میوزشون ها، طی هر میوزشون یه دونه گامت، چون گفتم یه برخی موارد، بارها گفتم هی میگم چون تو ذهنتون، یه برخی مواردی در خانم هست مثل 11ام چنگول ناهمسان، ممکنه همزمان در لوله فالوب از خانم ببینی، یعنی از خانم دو تا گامت ببینی، اون برخی برای برخی موارد، ولی گفتم این دو تا گامت هم طی میوزهای متفاوت اومدن. طی میوز قطعا خانم یه دونه گامت به تو میده. ژن نمودها و رخ نمودهای نسل بعد رو میتونم بگم که مربع پانت دیوایسش رو منیجر کرد. بنابراین بر اساس جدول فلان هیچ فعالیت دو. میگه مردی سالم قصد دارد با زنی هموفیل ازدواج کنه. یه فعالیت با هم صحبتشو بکنیم. آقا مرد سالمه. برای بحث هموفیله، خب مرد سالمه چی میشه؟ X H بزرگ Y. زن هموفیل تموم شد خیلی راحت. X X جفت H کوچیک. چرا؟ چون هموفیل بهتون گفتم نهفته است. جفت H کوچیک. چه ژن نمودها و رخ نموده برای فرزندان آنها پیش بینی بود. فرز چون وابسته به ایکس فرزند رو می دو دسته میکنه، میگه پسر دختر. پسر 100% بیماره، چون از باباش که بنده خدا، حالا بابای درست سالم ولی مهم نیست، چون پسر از پدر فقط ایگرگر داره میگیره. خب مادرش چون جفت ایکسش اچ کوچیکه 100% پسر حاصل این ازدواج، 100% بیماری و هموفیلی داره. اما اینجا بهت گفتم نکن برای دختر بابا خیلی مهمه، چون اینجا بابای اون ژن بارز غالبه که سالم باشه دیگه، اونو ایکس اچ بزرگ اونو داره میده به دخترش، هر دختری به دنیا بیاد داده بهش،
پس 100% هر دختری هم به دنیا بیاد 100% سالمه، ولی ناقله، هتروزیگوسه، چون یه دونه ایکس هم دختر از مادر باید بگیره دیگه، و مادر هر دو ایکسش اچ کوچیکه میده. پس 100% سالم و ناقله. یعنی اینجوری بهت بگم، اگه از این ازدواج آقا بگه فرزند سالم این ازدواج، بگو 100% این دختره، پسر نیست، پسر قطعا بیمار. خوبه بیا پایتخت. اول بچه تو اینجا این جمله رو دوست دارم با هم تحلیل و تشریحش بکنیم، و بعد یه دونه تستم براتون اونجا نوشتم، حالا نمونه کار که اون تستم صحبت بکنیم. این جمله چی دوست دارم با هم تشریحش کنیم، بازش کنیم؟ ببینید بچه، اول جمله رو کامل میخونم و اینجایی که زیرش خط کشیدم دوست دارم با هم روش صحبت کنیم. برای صفات مستقل از جنس، یعنی کیا؟ او، تو، زومی. خب اونایی که ژن رو کجا قرار گرفته، کجا رفته نشسته، رو کروموزوم های غیر جنسیت، اتوزومیت. برای اونا میتوان گفت در انسان در هر هسته سلول های هستدار پیکر، این جونم به این از این جمله است که میخوایم روش صحبت کنیم، در انسان در هر هسته سلول های هستدار پیکری حداقل دو آلل وجود دارد، و حداقل تمام اینا رو میخوام یکم با هم صحبت کنم. پایه ای اولا بچه این نکته رو تو برای صفات مستقل از جنست میتونی بگی، برای اتوزومیا میتونی بگی. چرا آقا؟ به خاطر اینکه من انسان، اگه تو برای وابسته به ایکس، وابسته به جنس ها، وابسته ایکس برات میارم که میرم یه سلول جوندار ترتمیز درجه یک از همینایی که تو گفتی، هر هسته یه سلول های هسته دار پیکرش برات میارم که برای اون صفت تک آلیلی باشه. تو کی؟ تو مردها. مرده اصلا سلولش من 46 کروموزومی درجه یک، یعنی همه اینا اوکی، ولی یه دونه ایکس داره، درجه برای اون تک آلله میشه. چرا داره میگه حداقل دو آلله؟ پس شرط اول برای این جمله اینه که اگه این صحبت برای صفات اتوزومی باشه نه وابسته به جنس. پس بچه اینو خیلی حواستون باشه، مثلا همین داستان وابسته به ایکس یادتون بمونه. تو سلولم بیاری همه کداش هم چک بکنی، یعنی چون هر کدوم اینا بچه باید چک بشه، همش هم چک بکنی، بگی آره تو هستم الان 46 تا کروموزوم دارم اوکی. باز اگه صحبت وابسته به جنس باشه، مثلا داره میگه وابسته به ایکس و فلان اینا رو داره میگه، حواست باشه میتونه این این انسان، مردم انسانن دیگه، این انسان میتونه مرد باشه، دانش یه دونه ایکس داره، دانش تک آللی است. چرا میگه حداقل دو آلل؟ پس شرط اول اینه که باید بگه صفت اتوزومیه. بعد در انسان چرا؟ چون بچه‌ها ببین هر جانداری، اینو بهتون بگم ها، ببین بچه‌ها هر جانداری که الزاما دیپلوئید نیست، سلول پیکرش مثلا بیاری که هسته داشته باشه، اینو تو هستش مثلا اینجوری میخوام بدونیم اون یوکاریوت تتراپلوئید باشه، 4n باشه، 3n باشه، در نتیجه این ما رو داریم میگیم، حد دقیقا ببین خودمون رو داریم میگیم برای این داستان دولل میتونه، یه هابلوئید میتونه باشه، این اصلا بنده خدا پیکرش زنبور نه، خدا رحمت کنه زنبور نه، این همه یازدهم دی روش تاکید میکردم، جان جونم به این جانوری که تستا خیلی هم ازش استفاده میشه، زنبور نه، یه پیکرشو بیار بیرون، بابا هابلوئیده، حداقل دوالت چی داری میگی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ پس اینم خیلی مهمه، انسانش هم چک میکنیم. خب بعد هر هستش، آقا چرا هر هسته؟ اینو نمیگفت مگه جمله غلط میشد؟ میگفت در انسان برای سلول های هسته دار پیکرش حداقل دوالت وجود داره. نکته مهمش اینه بچه ها، ببینید این نکته رو به من گوش کن، چند تا واژه خیلی مهمه. اولا هر سلول پیکری زندگی انسان تک هسته ای نیست که، ما یاخته مایچه اسکلتی داریم چند هسته ای، یاخته مایچه قلبی داریم گفتم یک میتونه یا دو هسته ای باشه، میتونه چند هسته باشه. این داستانی که میخوام بگم برای هر کدوم از هسته هاشه که بری تو باز کنی به 46 تا کروموزوم برسی. برای همین تو کارگاه تابستون هم بهتون میگفتم که بچه مواظب باشین و برنگرده بگه که مثلا اینو اینو بگه در انسان در سلول های هسته دار پیکریش ما 46 کروموزوم میبینیم، غلطه، مثلا هر گفته دیگه، هر فلان در انسان هر سلول هسته دار پیکر غلطه. چرا میگی 46 تا کروموزوم؟ بیا من یافته مانچه اسکلتی بهت نشون بدم، 10 مثلا 10 تا هسته داشته باشه 460 تا کروموزوم میشه. هر هستش صحبتمونه. دو، سلول های هسته دار پیکری باشه. بچه این دوتام خیلی مهمه، اولا نه صرفا هر سلول پیکری، گلوله قرمز رو داریم که اصلا هسته نداره، دو نه صرفا هر سلول هسته داری، گامت رو داریم که اون گامت هابلوئیده دیگه، اینجا به درد این داستان نمیخوره چون گامت ها هابلوئیدن،
در چه تک آللیه. نمیتونی این جمله رو بهش بگی که حداقل دو آلل فلان، نمیتونی براش بگی. بنده خدا اون دیگه هابلوئیده، مثلا همون زنبور نره است، تک آللی میشه. آقا این چی حداقل دو آلل؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه ها حداقل میگیم چون ممکنه اون صفت چند جایگاهی باشه. اگر تک جایگاهی بود دیگه حکمت قطعیه. آقا صفت تک جایگاهی است، پس 100% یعنی همه اینا چک بشه ها، همه اینا چک بشه دیگه تو این واژه رو به کار نمیبری دیگه. برای صفت تک جایگاهی دیگه نباید بگی حداقل تک جایگاهی، قطعا دو آلل به کار میشه. این حداقل رو گذاشتم برای اینکه ممکنه، بنویسم براتون، ممکنه صفت چند جایگاهی باشه. درسته؟ من تو تست اگه بگه تک جایگاهی یا چند جایگاهی دیگه خودش بحث باز میشه. در مجموع اینو برای چی آوردم براتون؟ آقا به تستا دقت کن، به واژه های تستا دقت کن. زیست به خود، از نظر من زیست به خودی خود چیز خال نگین، چیزی نداشته باشه، مثلا سخت نباشه و فلان. نمیگم سخته، من میگم به خودی خود. شما ماشاءالله زایکا خیلی الان تو بحث زیست خوبید، خیلیاتون میدونم قوی هست. این خطای دید، سهل انگاری، اینا ممکنه تستو خراب بکنه. اینم بذار بگم بعد بریم روی این تسته. یکی از دانش آموزام کارنامه یعنی آزمون آزمایشیش آورده بود. طاهر بیا این ور که همین دارم خاطره میگم. بچه‌ها بیان اینجا این تست رو من بزنیم. کارنامه‌اش برام آورده بود. آقا خوب زدم فلان، اینو درس زیستش هم بالا بود و فلان اینا، رتبه خوبی هم. خوب که بد نبود تو این جامعه آماری، تو اون جامعه آماری بالا، اینا رتبه بدی نشده. بعد که چند هزار شده بود ولی نسبت به سطح علمی خودش تو کلاس خوب جز مثلا دانش آموز متوسط، ولی گفتم خوبه، برای تو خوبه. ولی اینو بهش گفتم 25 تا غلط زده بود. بعد جلو اون جلو بهش دیدی میگه اگه 25 تا غلط نمیزدی تراز دیگه میشد، رتبت هم تو کشور این میشد. این جمله رو بهش گفتم، گفتم ببین فلان نگاه کن، 25 تا غلط زدی، اگه نمیزدی رتبت این میشد. الان رتبه کشوری تو نگاه کن، نشونش دادم. اختلافش بچا 3000 تا بود، 3000 تا رتبه. گفتم ببین اون 3000 تای دیگه که از تو الان مثلا رتبهشون بهتر شده، سطح علمیشون مثل توه، تفاوتشون چیه اون 3000 تایی؟ غلط کمتری زده، همینه. میدونی چی میخوام بگم؟ توی آزمون آزمایشی با اون جامعه آماری 3000 تا به خاطر 25 تا غلطه. حالا منظورم همینه بچه، تو کنکورتون هم همینه. فکر نکنید مثلا خیلی اختلاف سطح علمی هست بین مثلا رتبه‌های مثلا زیر 1000 با رتبه‌های زیر 3000 اختلاف علم. نه، خیلیش به خاطر همین سهل انگاری هاست، به خاطر همین خطای غلط زدن هاست، خطای دید زدن هاست. اینو برای این آوردم، به واژه ها دقت کن تو تستا، با خونسردی کامل، با آرامش، انشالله رتبت هم عالی میشه، دانشگاه خوبی قبول میشه. این تست هم با هم بچه بررسی بکنیم، از ازدواج مردی سالم و زنی سالم از نظر بیماری هموفیلی. مثلا بهتون گفتم دیگه برای بحث ژنتیک، پس شما کلا اینو نوشتی برای خوده که یادت بمونه. سه تا تیپ تست ژنتیک داری، یه بار دیگه بگم، سه تا تیپ تست ژنتیک داری. یا از پدر و مادر احتمال فرزندو میخوان ازت، مفهومی. حالا تو تیپ تست های مختلف ها مورد شماری میتونی بذاری، میتونی گزینی ها بذاری، جای خالی بذاره. از پدر و مادر احتمال بچه رو میخوان، از طریق بچهه، مثلا از پدر و مادر سوالی میکنه، ژنوتیپ فنوتیپ فلان، این داستانا میره سراغمون. یا جفتو داده، پدر و مادر بچه رو داده. سومین مدل که گفتم ان شاء الله یه جلسه برای این سومین مدل میرم، این پدر و مادر بچه رو داده، در تو خود صفت سوال میکنه، این وابسته به جنس یا اتوزومی قالب مغلوب بارز نهفته است. گفتم دیگه خودش میشه چهار تا گزینه دیگه، وابسته به مثلا وابسته به ایکس بارز، وابسته به ایکس نهفته، مستقل از جنس بارز، مستقل از جنس نهفته. اینجا یکی از همین ستا رو براتون نمونه آوردم که ببینید مثلا چه تستایی میتونم بدم. من تو کارگاه که ان شاء الله بیشتر با هم تست میزنم. از ازدواج مردی سالم و زنی سالم از نظر بیماری هموفیلی. هموفیلی تا دیدم تو تست میگم وابسته به ایکس نهفته یا مغلوبه. ا مرد سالمه، سری حکم میکنم میگم پس تو ایکس ایگرگی سالمی، قطعا اچ بزرگو داری. اما زنه بچه سالمه، میتونم الان یعنی فنوتیپ بارزش رو نشون داده، ژن سالم بارزه دیگه. بهتون گفتم تو زمانی که بارز نهفتگی باشه تو نمیتونی این جلون حکم بکنی برای زنه، چون زنه میتونه هتروزیگوس باشه، میتونه هوموزیگوس باشه. یعنی چی؟ میتونه ایکس ایکس جفت اچ بزرگ باشه، میتونه ایکس ایکس اچ بزرگ اچ کوچیک باشه. خب من نمیتونم حکم کنم.
ادامه میدم میبینم برای زن کدی به من نداد که من متوجه بشم بالاخره تو هوموزیگوسی هتروزیگوسی کدومی به من نداد. یعنی برای زن ببین من الان دو حالت موندم x x h بزرگ h بزرگ x x h بزرگ h کوچیک. آقا من چیکار کنم؟ هیچی، نه نگران نمیش. امکان ندارد، حواسم به این باشه. میخوام یه چیزی پیدا بکنم تو چهار تا گزینم که امکان ندارد. پس یه چیزی رو پیدا کنم، اونو که میدونم برای جفت اینام امکان نداشته باشه. گفتم وقتی دوتا کاندید میمونی، بعد جفتش رو در نظر بگیر. برو یه چیزی رو پیدا بکن که برای جفتش امکان نداشته باشه. پسر، پسر دیدم. چون بحث وابسته به ایکس پسر دیدم میگم خب تو که بابات ایگرگو میگیری من باید مامانه صحبت کنم. میگه امکان ندارد پسری هموفیل به دنیا بیاد. خب تو مامانا این مامان این مدلی که کلن ایکس اچ بزرگ میده، آره تو این حالت امکان ندارد پسر هموفیلی بده چون ایگرگ که باباش میگیره دیگه. ولی اگر مادر هتروزیگوس باشه چی؟ احتمال داره اینو اگه بهش بده و چون الان برای من مشخصه شده ما باید جفتش رو در نظر بگیریم. پس این غلطه، این به درد من نمیخوره. میرم گزینه ب. میگه دختری، میگم دختری تو 100% اچ بزرگ از بابات میگیری چون یه دونه تو 100% سالمی. 100% چه میخواد ننه هر چی میخواد باشه تو سالمی. تو ساله دختر هموفیل بدون راست این درست. بیا جواب گزینه ب. 100% دخترشون سالمه چون دختر ایکس از بابا میگیره، اون ایکسی هم که داره بابا میگیره قالبه روش نشسته. تو 100% سالمی. حالا سالم هتروزیگوس یا سالم هوموزیگوس یه صحبت دیگه است، اون یه صحبت دیگه است. ولی اینجا این امکان نداره، دختر هموفیل امکان نداره. اما همیشه بارها تو کارگاه هم بهتون گفتم گزینه‌های دیگر هم چک میکنیم. میگه فرزند ای کیو در نظر بگیرم؟ دختر پسر جفتش. وقتی میگه فرزند جفتش، میگه امکان ندارد فرزند به دنیا آمده ناقل هموفیلی باشد. ناقل برای پسر اگه میگه پسر به دنیا آمده ناقل که خط میکشنم روش آشکال به درد من نمیخوره. اما بچه گفته فرزند، بچه امکان داره یا نداره که فرزند به دنیا آمده ناقل باشه؟ میگم اگه پسر که نه امکان نداره، یعنی پسر باشه امکان نداره. و تا خوبم میشد اگه میگفت پسر چون امکان ندارد میخواستیم دیگه. هرچون گفته فرزن برای دخترش چرا امکان داره؟ همینجا بهت گفتم دختره درسته ایکس اچ بزرگ از بابا میگیره، وگه مادرش اگه اینجوری باشه نکن اگه این حالت باشه میتونه از مادر اینو بگیره، ایکس اچ کوچیک بگیره. ایکس اچ بزرگ از بابا اچ کوچیک میاد، اینجا میشه همون حالت ناقل یا هتروزیگوس. پس چون گفتی فرزن برای دخترم احتمالش هست، واسه چی داری میگی امکان نداره؟ پس گزینه جی من بچا غلط و به درد من نمیخوره. اما دالم یه بررسی بکنم پسری پسر، خب باید پسر رو بررسی بکنم دیگه. پسر ایگرگ رو بابا گرفته، ایکس رو از مامان میگیره، اینجا ببینم چی میخواد بگه. امکان ندارد پسر سالم به دنیا بیاد. کی گفته امکان ندارد؟ چون مامانه سالمه، بالاخره یه ایکس اچ بزرگی داشته. حالا اون دیگه چی بوده، هتروزیگوس شده یا هوموزیگوس شده، اون یه صحبت دیگه است. ولی مامان سالمه، پس ایکس اچ بزرگ که میده اونم که بابا ایگرگو میگیره، پس احتمال سالم بودنش از کی میگه امکان نداره؟ اینم غلطه و اینم به درد من نمیخوره. اینم بگم و دعاتون کنم، واقعا حالا خیلی تایمتون نمیگیره تو آزمون هاتون، ولی واقعا بچه جمله‌ای که مطمئن شدی غلطه خوبه اینجوری کنی خط بکشی روش. مطمئن شدی غلطه چون مثلا برای تستایی که مثلا دو تاشو قطعی مثلا حذف می‌کنی اون دو تا میمونه. کلا یه آرامش ذهنی خوبی با آدم میده. این دوتی که قطعا نیست برم روی این دوتا مانو بدم. یه نکتم بگم و با تو خدافزی کنم بچه، تو آزمون هاتون آقا منو نگاه کن، تو آزمون ها دو بشک، پس چی میزنی دو بشک؟ آقا بیشتر بزنم درصدم بالاتر بره. کی گفته اینو؟ زیاد دو بشک رو میزنی خوباتو عبه میبره. این همه زحمت کشیدون درستا رو زدی چی کار کنم آقا؟ حذف گزینه مثلا اینا رو حذف کردی، آقا بین این دوتا موندم چی کار کنم؟ پنج و پنجم بزنم بره مثلا؟ دلم میگه الف نه چی بزنم بره؟ وایسا موندی کنار تست مثلا یه علامت یه چیزی مثلا بزن. سری اول داری تست رو میزنی قطعیاتو بزن، آقا من مطمئنم جواب ب مثلا برای تست برون میزنم فلان فلان فلان. ولی تستای دیگه ای که دو به شک موندم کنارش علامت میزنم، نمیرم تو پاسخنامه پر کنم. سری اول قطعیاتی که وارد کردی، مثلا آزمون داری آزمون میدی مثلا 25 تا تسته، تو
تو آزمون آزمایش، حالا روز کنکور که 50 تاست ولی مثلا آزمون آزمایشی که هفتگی میدی مثلا 25 تا تست 30 تا تست، مثلا سری اول 10 تا 15 تاش قطعی زدی، برمیگردیم این 7 تا دو به شک داری، بچه یه تعدادی مثلا بلد نبودی اشکال نداره، آه و 8 مثلا 8 تا تست بلد نبودم پریدم فلان اینا، برای خود آزمون آزمایشی حالا اشکالی نداره، ولی حتما و حتما بعدش که بچه ها پاسخنامه اینا میاد برو تحلیل کن چی داشت که بلد نبودم، چی داشت که غلط زدم، تحلیلش مهمتر از خودشه، حتما تحلیلش کن. ولی حالا کار ندارم، برمیگردیم این 7 تا از این علامت زدی، این دو به شک بودی، از این 7 تا 4 تاشو که احتمال میدی به این 50 50ش خیلی تردیدیه اونو بذار کنار، اون ستایی که یه جورایی دلت مثلا 60 چهله بیشتر دلم میگه به این منطقی تره تو مثلا حلفه اینجوری، سه تا دیدی حتی مثلا 7 تا بود 4 تاشو 3 تاشونو که باز دلت بیشتر میگه مثلا به اینجوری آم این منطقی تره تو 3 تا که وقتی از آزمون اومدی بیرون بگی آقا من 15 تا قطعی زدم 3 تام دو به شک داشتم زدم، ببین این معقوله منطقیه که نهایتش اینه، پیش خودت میگه نهایتش اگه هر ستای دو به شک من غلط باشه یه دونه از اون 15 تامو میسوزونه، ولی خب تبادل عاقلانه ایه، اگه واقعا ستاش درست باشه اون 5 به 3 تا اضافه میکنه 18 تا درست میشه، درصدتون میتره کنه میگه قشنگ بالاتر، این منطقیه، ولی 9 تا 10 تا 12 تا دو به شک میزنه این دیگه عاقلانه نیست، این کار عاقلانه نیست، برای همین این کارو بکن دیدی ستاش که یکیشو مثلا، حالا آقا من چیکار کنم اون تعداد قطعیان بیشتر بشه، به جای اینکه الان مثلا 10 تا قطعی میزنم بین 11 تا دو به شک میمونم چیکار کنم که نهایتش برگردم ببینم 4 تا دو به شک دارم، با تسلطت رو مباحث بیشتر باشه که راحت بتونی حک کنی دقت کنی، مثلا همون به واژه ها دقت کنی که قطعا تو غلطی قطعا تو درستی فلانی اینجور، این کی به زمان حاصل میشه تسلطت رو مباحث و تست زدن زیاد، بعد خونه زیاد تست بزنی، آزموناتون هم حتما پاسخ نامش به تحلیل شد، جلسه بعدی که برسم خدمتتون همتون رو خدا بزرگ بسپارم، یا علی.